همزمان با مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم ها و 6 قطعنامه شورای امنیت، وزارت خارجه آمریکا گاه شماری از فعالیت های تروریستی و سرکوبگرانه رژیم را منتشر کرد. در سرکوب اعتراضات آبان 98 رژیم ایران 1500 نفر از مردم را کشت. برنامه موشکی بالستیک این رژیم یک تهدید عمده برای منطقه است. آمریکا در سال 2019 سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار داد. رژیم ایران از تهدید کنندگان اصلی فضای سایبری است. در ژانویه 2020 آلبانی 2 دیپلمات رژیم ایران را اخراج کرد. در دسامبر 2018 آلبانی سفیر رژیم ایران و 1 دیپلمات دیگر را اخراج کرد. در مارس 2018 آلبانی 2 عامل رژیم ایران را به خاطر توطئه برای اقدامات تروریستی علیه اعضای مجاهدین خلق دستگیر و اخراج کرد. در جوان 2018 مقام‌های بلژیک و فرانسه و آلمان چندین عامل رژیم ایران از جمله عوامل وزارت اطلاعات در پوشش دیپلمات در سفارت رژیم در وین را به خاطر توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی سیاسی پاریس دستگیر کردند. وزارت خارجه آمریکا همزمان با اجرای شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها و 6 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم آخوندی، گزارش بروز شده سال 2020 خود را تحت عنوان شرحی بر فعالیت‌های مخرب رژیم ایران منتشر کرد. در مقدمه این گزارش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد رژیم ایران به تجاوزهایش با موج ترور فرامرزی و سرکوب در داخل ایران ادامه داده است. در پاسخ به اعتراضات گسترده نوامبر 2019، آبان 98، رژیم سرکوب بی‌رحمانه‌ای را به اجرا گذاشت و تا 1500 نفر از مردم را کشت و هزاران تن را زندانی کرد. در تلاشی برای پنهان کردن اقداماتش از جهان، رژیم همزمان اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کرد. در سپتامبر، شهریور، رژیم نوید افکاری قهرمان کشتی را پس از شکنجه اعدام کرد تا به مردمش این پیام روشن تهدیدآمیز را بفرستد که اعتراضات تحمل نمی شود. این اقدام بار دیگر به جهان یادآوری کرد که بزرگترین قربانیان رژیم مردم ایران هستند که بیش از گذشته مقابل رژیم می ایستند. ما به ایستادن در کنار مردم ایران ادامه می دهیم. تحریم ها و محدودیت های ویزایی علیه شماری از مقام های رژیم که مستقیماً مسئول سرکوب مرگبار اعتراضات نوامبر 2019 آبان 98 بودند اعمال کرده ایم. مقام های فاسد و سرکوبگر رژیم و نه مردم ایران هدف کارزار فشار حداکثری هستند. وزارت خارجه آمریکا سپس فعالیت‌های مخرب رژیم آخوندی را برمی‌شمارد و می‌نویسد از زمان تأسیس در سال 1979-1357 رژیم ایران به عنوان یک نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه عمل کرده و در تلاش برای نشان دادن خودش به عنوان قدرت غالب منطقه و صدور نظام حکومتی مستبدانه‌اش دست به تحریک و دامن زدن به درگیری‌ها زده است. برنامه توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک رژیم ایران تهدیدی عمده علیه امنیت منطقه و چالشی مهم در برابر اقدامات جهانی منع تکثیر است. رژیم ایران نه تنها به توسعه توانایی موشکی خود، بلکه در تناقض با قطعنامه‌های شورای امنیت به ارائه بی‌ملاحظه قطعات و فناوری موشکی به دیگران ادامه می‌دهد. رژیم ایران از بدو تأسیس سیاست خود را معطوف هدایت، تسهیل و انجام فعالیت‌های تروریستی کرده است. این رژیم در سال 1984-1362 به عنوان حامی دولتی تروریسم شناخته شد و آمریکا در سال 2019
1397 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. در بخش مربوط به تروریسم گزارش وزارت خارجه آمریکا به توطئه‌های تروریستی علیه مجاهدین اشاره شده و از جمله آمده است: ژانویه 2020 آلبانی دو دیپلمات رژیم ایران را به خاطر فعالیت‌هایی که مغایر با موقعیت دیپلماتیک آنها بود اخراج کرد. دسامبر 2018 آلبانی سفیر رژیم ایران و یک دیپلمات دیگر را به خاطر آسیب وارد کردن به امنیت ملی این کشور اخراج کرد. ژوئن 2018 مقام‌های بلژیک و فرانسه و آلمان چندین عوامل رژیم ایران از جمله عوامل وزارت اطلاعات را که به عنوان دیپلمات در سفارت رژیم در وین منصوب شده بودند در توطئه‌ای برای بمب‌گذاری به منظور مختل کردن یک گردهمایی سیاسی در پاریس فرانسه دستگیر کردند. مارس 2018 مقامات آلبانی دو عامل رژیم ایران را به خاطر توطئه برای اقدامات تروریستی علیه اعضای مجاهدین خلق دستگیر و اخراج کردند. در ادامه گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است رژیم ایران با فریبکاری و بهانه‌گیری در پی تأمین مالی فعالیت‌های خود و تهدید سلامت و امنیت نظام مالی بین‌الملل است. این رژیم از اجرای اصلاحات لازم برای پیروی از قوانین ضد پولشویی و ضد تروریسم سر باز زده است. برنامه هسته‌ای رژیم ایران همچنان یک تهدید علیه صلح بین‌الملل است و از زمانی که در سال 2002 برای نخستین بار آشکار شد که فعالیت‌های پنهانی هسته‌ای دارد، همواره ریشه نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی بوده است. طرفداران برجام می‌گفتند که با این توافق رفتار رژیم متعادل می‌شود، اما در عمل چنین نشد و لغو تحریم‌ها آن را جری‌تر کرده است. رژیم ایران کارنامه طویلی در نقض حقوق بشر دارد و چشمانداز مردم ایران در این زمینه همچنان وخیم است. این رژیم با هدف قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی و همچنین گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی به نقض حقوق بشر در داخل کشور ادامه می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در ادامه گزارش خود تأکید کرد رژیم ایران یکی از تهدیدکنندگان اصلی فضای سایبری است و از این عرصه برای جاسوسی، تبلیغات و دیگر فعالیت‌های خبیثانه خود جهت تاثیرگذاری بر رویدادها، شکل دادن به برداشت‌های خارجی و درک عمومی از تهدیدهای سایبری استفاده می‌کند. تلاش‌های رژیم در این عرصه در تناقض با موازین پذیرفته شده جهانی قرار دارد. فساد و سوء مدیریت در سطوح بالای رژیم ایران سال هاست که موجب بهره برداری نامناسب و تنزل محیط زیست شده و نتایج فاجعه باری برای مردم ایران به دنبال داشته است. بر اساس گزارش سال 2019 1397 برنامه توسعه سازمان ملل متحد، جایگاه ایران از لحاظ معیارهای زیست محیطی در ردیف سوم پایین جدول کشورهای جهان بوده است.